سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما به یکی دیگه از برنامه های خاطرات قتل خوش اومدید در این برنامه به پرونده قتلی در ایران میپردازیم پرونده قتلی که در سال 1380 و در شهرستان آقلا اتفاق افتاد خاطر نشان میکنم تمامی مطالب این برنامه حقایق و شواهدیه که توسط باسپورسان و کاراگاهان این پرونده نقل شده و به احترام بازماندگان این قتل هیچ دخل و تصرفی در مطلب صورت نگرفته پس در ادامه برای بررسی این پرونده با ما همراه باشید قبل از هر اگر تازه به کانال ما پیوستید حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه های جدید ما جان نمونید سال 1380 در شهرستان آقلا رئیس آگاهی بودم که به ما اعلام شد معلم بازنشسته ناپدید شده. ظاهرا چندین ساعت از گم شدن معلم بازنشسته میگذشت و از اونجا که هیچ ردی ازش نبود همسرش نگران شده و ماجرا رو به پلیس خبر داده بود. وقتی این پرونده به دستم رسید تصمیم گرفتم درباره نحوه ناپدید شدن مرد میانسال که امیر نام داشت از خانوادش تحقیق کنم سراغ خانوادش رفتیم و همسرش در رابطه با ناپدید شدن امیر گفت از زمانی که شوهرم بازنشسته شده با خود روی پرایدش مسافر کشی میکنه. اون هیچ وقت منو بیخبر نمیگذاره و اگه بخواد که دیرتر از معمول به خونه بیاد حتما به من خبر میده. اما از دیشب تا به حال ازش خبری ندارم. به هر جاییم که فکرشو کنید سر زدم اما نتونستم خبری از امیر به دست بیارم. حتی سراغ دوستا و همکاراشم هم رفتم اما کسی از شوهرم خبر نداره و برای همین احتمال میدم که بلایی سرش اومده باشه همسر امیر خیلی نگران شوهرش بود و به همین دلیل تحقیقات برای کشف راز ناپدید شدن معلم بازنشسته رو شروع کردیم تو پرسجو از دوستای امیر و کسایی که اونو میشناختن به این نتیجه رسیدیم که این مرد خانوادش رو دوست داره و محاله که عمدن اونها رو ترک کرده باشه. از طرفی فرضیه گروگانگیری هم مطرح نبود چرا که وضع مالی امیر طوری نبود که تومه خوبی برای گروگانگیرا به شمار بیاد بلا فاصله مشخصات امیر رو به تمامی بیمارستانها و کلانتری شهر دادیم اما اونا هم از امیر خبری نداشتند. حالا فقط یه احتمال پیش رومون باقی مونده بود اینکه اون تومه سارقان شده و اونها بعد از قتل امیر ماشینش رو دزدیده باشند. با گذشت زمان دیگه مطمئن شده بودیم که برای امیر اتفاق شومی افتاده. شماره پلاک خودروی پرایدش به همه واحدهای گشت اعلام شد و بررسی ها برای یافتن اون ادامه داشت. تا اینکه چهار روز بعد از ناپدید شدن امیر، مامورای پلیس گشت اعلام کردند در حوالی شهر خودروی پراید امیر رو که در حاشیه شهر رها شده بود پیدا کردند. از اونجایی که ما شماره پلاک خودرو را در سیستم پلیس ثبت کرده بودیم، اونها پیدا شدنش رو به ما گزارش کرده بودن. بلا فاصله راهی محل شدیم. اهالی محل میگفتند که خودرو چند روزیه که در اونجا رها شده. ظاهرا دزدا لاستیک و لوازم داخل ماشین رو دزدیده بودن. وقتی به بازرسی داخل ماشین پرداختیم، تعدادی سرنگ و چند لکه خون کشف کردیم، اما هیچ اثری از امیر نبود. پیدا شدن خودروی امیر فرضیه قتل این معلم بازنشسته رو پررنگتر کرد. در رابطه با خودرو شروع به تحقیق از اهالی محل کردیم امیدوار بودم شاید کسی راننده اون رو دیده باشه یکی از کسبه محل سررخ مهمی در اختیارمون قرار داد و چیزایی گفت که در رازگوشایی این پرونده به ما خیلی کمک کرد اون به من گفت نمیدونم اطلاعاتی که میخوام در اختیارتون قرار بدم درست باشه یا نه اصلا نمیدونم این اطلاعات ربطی به پرونده شما داره یا نه. دیروز مرد جوونی که به نظر معتاد می رسید سراغم اومد و گفت دو جفت لاستیک پراید برای فروش داره. قیمتی که اون برای فروش لاستیکا داد خیلی پایین بود و همین پایین بودن قیمت این احتمال رو برای من به وجود آورد که لاستیکا سرقتیه. به همین دلیل بهش گفتم که خریدار نیستم و اون رفت. اما وقتی فهمیدم پرایدی بدون لاستیک پیدا شده حد زدم که این ماجراها با هم در ارتباطن به مرد جوون گفتم فردی که میخواست ها رو بفروشه الان کجاست؟ اون جواب داد اصلا اونو نمیشناسم چند بار این ورا دیدمش ولی ولی هیچ اطلاعاتی ازش ندارم حتی اسمشم نمیدونم از مرد جوون درباره مشخصات ظاهری اون مرد پرسیدم اینکه لباساش چه رنگی بود مدل موهاش جوری بود؟ حرف زدنش و حتی راه رفتنش رو هم پرسیدم. مرد جوون که از سوالات پشت سر همه من تعجب کرده بود و فکر نمی کرد اطلاعاتی که در اختیار من قرار داده مهم باشه، سعی کرد با حوصله به سوالاتم جواب بده. بعد از تحقیق از اون، مشخصات کاملی از مردی داشتم که احتمال داشت قاتل امیر باشه و جستجو برای یافتن اون رو آغاز کردیم. ما هیچ اسم و آدرسی ازش نداشتیم اما مشخصات مرد جوان رو به خوبی می دونستیم. اون شب دست از تحقیقات نکشیدیم و سراغ خیلی از اهالی محل رفتیم. از همه اونها درباره مردی با مشخصات مرد موتا تحقیق کردیم و در نهایت موفق شدیم این مرد رو ساعت دوازده نیمه شب پیدا کنیم. همونطور که پیش خودم حد زده بودم مرد موتاد که بهمن نام داشت بعد از دستگیری منکر ماجرا شد و گفت که صاحب پرایدو نمیشناسه اما من مطمئن بودم که اون دروغ میگه و به همین دلیل اونقدر به بازجویی ادامه دادم تا اینکه اون لب به اعتراف باز کرد و گفت من تنها نبودم ما چهار نفر بودیم که به بهانه رفتن به بندر گز سوار خودروی معلم بازنشسته شدیم قصد ما سفر نبود بلکه ما میخواستیم پولها و خودروی اون رو سرقت کنیم. در طول راه کامران که طراح اصلی این نقشه بود از ما خواست که از خودرو پیاده بشیم. اون با انگشت باقی رو در همون حوالی نشون داد و به راننده گفت که اینها رو همینجا پیاده کن و منو تا باغمون ببر. ما که نمیدونستیم کامران چه نقشه ای داره از ماشین پیاده شدیم. چند ساعت بعد کامران سراغ ما اومد و گفت راننده رو کشته و ماشینشو برداشته. برای اینکه رد گم کنیم ماشین رو به سمت خارج شهر وردیم و کنار جاده رهاش کردیم بعدا من تصمیم گرفتم وسایل به درد بخورشو پول کنم برای همین سراغ مغازه‌دارا رفتم تا دو جفت لاستیک ماشین رو بفروشم اما هیچ کسی راضی به خرید لاستیکا نشد از بهمن مشخصات و نشونی محل زندگی کامران و بقیه همدستاشو گرفتم و خواستم ما به جایی ببره که از خودرو پیاده شده مطمئن بودم که کامران معلم بیچاره رو در همون حوالی به قتل رسونده. در حالی که تیمی از ماموران برای دستگیری کامران و دو هم دست دیگش وارد عمل شده بودن، به همراه بهمن شروع به حرکت کردیم. اون ما رو به نزدیکی باقی در بندر گز برد. همون جایی که کامران مدعی شده بود باقی خودشونه. اونجا رو گشتیم، اما از جسد خبری نبود. اون میگفت که نمیدونه کامران چه بلایی سر جنازه اوورده و اینجا نقطه پایانی بوده که اونها همدیگر رو دیدن. وقتی از جستجو در این منطقه به نتیجه نرسیدیم به اداره برگشتیم. همکاران ما تونسته بودن کامران و همدستاش رو دستگیر کنن. بازجویی از اونها رو شروع کردم. دو همدست کامران اظهاراتی مشابه بهمن داشتن. اما تحقیقات از کامران ما رو به واقعیت ماجرا رسوند. کامران وقتی دید سه هم دستش همه چیزو لو دادن چرای جز اعتراف ندید و ما رو به محل جنایت برد. جایی در نزدیکی همون باقی که به دنبال جسد مقتول اونجا رو جستجو کرده بودیم. در حقیقت محل رها شدن جسد مقتول فقط چند ده متری با جایی که ما جستجو کرده بودیم فاصله داشت و وقتی جسد پیدا شد کامران گفت اون روز که با همدستام سوار خودروی مقتول بودیم در بین راه دیدم که خودم حریف مقتول میشم. برای همین از هم خواستم پیاده بشن. نمیخواستم اونها بفهمن که چقدر پول از این سرقت به دست میارم. به بهانه اینکه میخوام به باغمون برم و کمی هلو به شهر ببرم، مقتول رو به داخل باغ کشوندم. مقتول از خودروش پیاده شد و منتظر بود که من هلو بار خودروش کنم که من از پشت بهش ضربه زدم. امیر به من گفت که اونو نکشم و مدعی شد که کارت آبربانکش رو هم به من میده که همه رو برداشت کنم. اما من شیشه مصرف کرده بودم و به حرفای اون گوش نمیدادم. بعد از اون چند ضرب چاقو به امیر زدم و بدن نیمه جونش رو به کنار درختای کاج کشوندم. وقتی جیبای مقتول رو گشتم دیدم اون فقط ده هزار تومن پول همراه داره. من فقط به خاطر ده هزار تومن اونو کشتم. بعد از اون برای ردگم کردن خودرو رو, تو جاده رها و فرار کردیم. مرد جوون در روز پنجمی که از گم شدن معلم بازنشسته میگذشت به جنایت اعتراف کرد. اون درست در همون زمان و همون محلی که جنایت رو مرتکب شده بود به جرم خودش اعتراف کرد. از جسد امیر چیزی نمونده بود. حیوانات در این چند روز بخشی از جسد رو خورده بودن. با این حال خانوادش جسد رو شناسایی کردن و متهم این پرونده بعد از صدور حکم قصاص از سوی دادگاه به دار مجازات آویخته شد. زمانی که به این پرونده فکر می کنم می بینم اگر اون شب اون مرد مغازدار همه اطلاعاتی رو که داشت به ما نمیداد شاید هرگز راز این قتل برملا نمی شد. چون که با گذشت زمان جسدم از بین می رفت. به نظر شما آیا کمبود مالی و فقر میتونه دلیل مناسبی برای انجام چنین اعمالی باشه؟ پاسختون رو در کامنت ها بنویسید و برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. براتون آرزوی سلامتی و سربلندی رو دارم. پیروز و پایدار باشید.